Aspirin is an anticoagulant, which is known as a blood thinner. This is because it makes your blood less likely to clot and cause life-threatening blockages in your blood vessels, such as a stroke or a clot that has traveled to the lung. For a blood clot to form, you need vitamin K. This is produced by the liver and makes blood cells and platelets stick together and form a seal. Warfarin works by interfering with the production of vitamin K. This means blood cells don't stick, such as a stroke or a clot that has traveled to the lung. فکری به سرم زد. فکری به سرم زد. وای سی میدونی چی میگه؟ نه چی داره میگه؟ آفرین. فرزانه مگه نمیگی خانوما سه همزمان سه تا کار انجام میدن؟ خب هم ببین هم بنویس هم جواب منو بده دیگه. سلام رضا، چطوری؟ خوبی؟ ببین یه پلنی دارم. یه برنامه‌ای دارم سورپرایزت میکنه رضا. شگفتانه سعید جان. ببین یه برنامه‌ای دارم شگفتانت میکنه، اگه اوکیو بدی از فردا میریم تو کار. سعید جانم. ای بابا. بابا قرار شد برای منم توضیح بدی دیگه. خب این چی داره میگه؟ این مستنده شد سه دفعه نگاه کنیمش. فرزانه من فقط میخواستم بهم توجه کنی. همین اینجوری عزیزم راه دیگه ای برام نذاشتی، میدونی؟ در هر صورت جریمه شدی، جریمتم خیلی سنگینه. پازل نه جوشی. فرزانه خب تو قرار بود برام برنامه تعریف کنیم. این چی داره میگه دیگه؟ مستند تخصصی من نمیفهمم. بله سعی جان، فقط الان یه مقدار ذهنم درگیره. پلان سورپرایز اوکی نوتیفیکیشن کانگراتولیشن. سعید اذیت نکن دیگه. Inception. عزیزم من فردا باید برم همایش بین المللی، دقیقاًم موضوعش همینه. ترجمه همزمان دارم. سعید جان من باید واژه‌های اختصاصیشو بررسی کنم یا نه؟ بررسی کن. کی به تو گفته به زبان تخصصی همزمان ترجمه کنی؟ خب تو هم برو یاد بگیر انجام. الان من یه ساعت دارم حرف میزنم نمیشتوی. همینو شنیدی؟ سعید جان انگار نمیدونی خانم ها میتونن همزمان چند تا کارو با هم انجام بدن. راستی سعید میگم میای فردا بعد از همایش دنبالم بریم بیرون یه دوری بزنی؟ سعید آقا سعید ای بابا میگن آقایون همزمان نمیتونن چند تا کار با هم انجام بدن. سعید جان میای دیگه، من اینو نگهش داشتم دیگه. چی نگاه میکنی؟ فقط از صبح تا عصر نمیشه ماشین دست سامان بعد از ظهر میریم. نه همون عصر بریم. خب ببین فرزان سعید جان بذار مستندمونو ببینی. سلام چطوری؟ سامان بی خیال مسافر کشی میشی؟ چرا؟ بل کن مسافر کشیو. بابا آرش خیلی تو نگرانی ها. رها کن بابا. میگه رها کن بابا، رها کن. سری پیش رها کردیم چی شد؟ به جرم زورگیری گرفتنمون. ول کنی مسافر کشیو سامان. آقا اون یه اتفاق بود تموم شد رفت دیگه. بیل کن سامان. تو واسه مسافر کشی ساخته نشدی. من برای چی ساخته شدم آرش ها؟ بابا درک کن، من دارم پدر میشم، خرجم رفته بالا.
چرا نمیفهمی؟ چرا پایینو نگاه میکنی حرف میزنی؟ گفتم این عمق جملات آقا من زندگیم با چهار تا کلیپ انگیزشی و مشاوره نمیچرخه، دخل و خرج با هم نمیخونه. من وظیفمه به عنوان یک پدر شرایط خیلی خوبی برای همسرم و فرزندم مهیا کنم. الانم یه جوری برات مسافرکشی کنم لذت ببری. بگی سامان تو درجه یکی، تو عالی، پسر تو یک خاورمیانه ای، یه جوری پول در بیارم از این کار. بگی سامان جون مشاوره رو ویل کن، بچسب مسافرکشی. دیدی سامان چیکار کردی؟ بچه ماشینش امرو بعد از ظهر نیاز داره. باز زمین 125. 125؟ باش بده دیگه. خوب 125 آتش نشانیه. 117 خرابی تلفنه. 194 سامان تو شماره تلفن خرابی گاز و بلدی، اون وقت شماره تلفن اورژانس و بلد نیستی؟ آقا من تو شرایط اضطراری شماره های آدم میره قاطی میکنم با هم دیگه. خب شرایط اضطراری و شماره های اضطراری مردم استفاده میکنن دیگه. کسی تو حالت عادی که زنگ نمیزنه 115. خرابی تلفن. اورژانس. آقا الکی دعوای زرگری راه نندازید. حالا زنگ میزنم 110، یه افسر بفرستن به حسابتون میرسه. خانم چرا زنگ بزنی پلیس؟ خودمون اینجا حلش میکنیم، مسئله نیست. نه آقا وایس نمیدونم، بذار زنگ بزنه اصلا. آقا ایشون بدون راهنما مستقیم اومده طلبکار بوده هست؟ سامان کسی واسه مستقیم اومدن که راهنما نمیزنه. یه زن تنها و مرد مریض گیر آوردید، فکر کردید میتونید خسارتشون رو ندید؟ حلش میکنی؟ چرا التماس میکنی آرش جان؟ آقا التماس نکن، فکر کرده چون ما یه سابقه زورگیری داریم از پلیس میترسیم. نخیر. چی سابقه زورگیری هم داری؟ نباید میگفتم. خانم نیاز نیست زنگ بزنی، الان پلیس هم بیاد کلی اینجا علاف میشیم، خودمون حلش میکنیم با هم دیگه. چیزی نشده که ویل کنی. زدی شوهرمو اینجوری کردی، ماشینم داغون کردی، میگه چیزی نشده؟ پسرعموی من صافکاره، برمیداری ماشینتونو میبریم اونجا، بیرنگ درش میاره مثل روز اول. شوهرم پس چی؟ اونو بیرنگ من در میارم. تو بیرنگ درش میاری؟ خانم شما که اصلا این طرف بودی، شوهرتون پشت فرمون بود، چجوری ضربه از شما رد شد رسید به آقا؟ شوهر من سندروم ترس غیر ارادی داشته، تازه خوب شده بود، الان دوباره سندرومش برگشت. مگه ترس ارادی هم داریم؟ ترس ارادی چیه؟ مسخره میکنی؟ نه میخوام اطلاعات عمومی بره بالا. فکر کنم نشناخته بنده رو. بنده استاد دکتر پروفسور سامان کزازی هستم، استاد موفقیت و روانشناسی و استاد انگیزشی. که تو دکتری؟ بله دکتره، یک خاور میانه است. ممنونم داداشی. تو واقعا دکتری؟ تو الان چهار تا شماره نمیتونست حفظ کنه، چی شد دکتر شد؟ خانم من حفظیاتم ضعیفه دیگه، این به حفظیات من گیردم میریزم به هم. خیلی خوبه. ممنونم. آفرین خانم، خیلی خوب. تا اینجاش که خیلی خوبه، باریکلا. خدا فقط اون تغییراتی که گفتم هم توی هندسش بدین لطفا. بله حتما. یه چیزی یادم افت سر پروژت بگم. یه بارم برای چشمه با توضیح گسسته بی زحمت خروجی بگیریم. چشم. فقط آقای دکتر برای فاز بعدی گام بعدی. بله، برای گام بعدی ما نیاز به اطلاعات دقیق تری از اتاق درمان داریم. دقیقاً. چون نمیتونیم بدون اطلاعات این شبیه سازی رو وریفیکیشن کنیم. راستی آزمایی. دقیقاً. نمیتونیم این شبیه سازی رو راستی آزمایی کنیم. ببین من درخواستشو مطرح کردم. قرار مشخصات یه اتاق درمان اتریشی رو برامون بفرستن. به همین راحتی ها به کسی اطلاعات نمیدن که. کلی زحمت کشیدیم، نامه‌نگاری کردیم. حالا یه کارش میکنیم میشه. سلام. ببخش مصدق آقا چه بخش.
خاله گلم. این چیه؟ آب دیگه. ها نمیدونستم. میگم آب چیه؟ من که تشنم نیست که، آب نخواستم. وای سعید، سعید تو چرا اینجوری؟ چرا قدر نمیدونی؟ میدونی الان چه آدم هایی یه گوشه افتادن؟ هیچ کس نیست یه لیوان آب بده دستشون. دایی حمید، شما سر سفره آبو از دست من میکشی، بعد الان یه کار وسط جلسه من صدا کردی بیام بیرون آب بده دستم؟ من اصلا بحثم یه چیز دیگه است. من میگم آدم ها باید قدردان نعمتاشون باشن. نعمت که فقط مال دنیا نیست هست؟ نه. سلامتی چیه؟ نعمت. بزرگترین نعمت. خانواده چی؟ نعمت. رفیقای خوب، رفیقای خوب بزرگترین نعمته. بله. حالا این وسط ماشین آدمی تصادفی بکنه. همین. همین. خیلی خوب. چی؟ در هر شرایط قدردان نعمتمون باشه. آرش ببند. باش باش، دهنم میبندم. ولی خدا، خدا هیچ مردی و شرمنده زن و بچهش نکن. خدا هیچ مردی و مقابل خانوادش سرف کنده نکنه. من اگه بگم خونه بچه باز من بزرگ بابا پوشکه، من گفتم چی بگم؟ سامان، بچه‌ای که حرف میزنه پوشک نیاز نداره. یاد بچه‌ت بده خودش بره دستشویی. میگم پسرموت گفت درست میکنه ماشینو ول کن دیگه. چرا من فقط ببینم تو... یه بار دیگه تو ماشین این سعید بدبختو ازش گرفتی، من میدونم. و تو من با ماشین کی برم مسافر کشی؟ پسر خاله گلم، افتخار فامیل. بازم آب میخوام؟ لطفا. چش. رضا الان ماشین را میره دیگه. سعید چرا اینجوری با من صحبت میکنی؟ میگم آرش پیامک داد بیا نگاه کن. تصادفه انقدر سطحیه که حتی از بیمتم استفاده نکردن. خب الهی شکر. نه اصلا همین که را میره خودش خیلی خوبه. من چون با خانومم امروز قرار بود بریم بیرون. نمیخوام آب دیگه، بخور. خوبه، دو سوم بدن آبه. رضا؟ آرش بود پیام داد. سعید، از نظر تو بزرگترین نعمت چیه؟ با این شرایط سلامتی. سلام فرزانه خانم، چطوری؟ عالی، به مرحمت شما. شده؟ نه چیزی نشده، اومدم تو ایستگاه اتوبوس دارم از منظرش لذت میبرم. چه جالب. بله، شما هم قرار بود تشریف بیارین ولی نیومدین. قرار بود بیام ایستگاه اتوبوس. سعید، یعنی همین الانم یادت نیومد قرار بود بیای با هم بریم بیرون؟ فرزانه من که گفتم سامان با ماشین تصادف کرده، ماشین تعمیرگاهه. کی گفتی؟ برای اولین بار نیست که این افتخارات پزشکی برای ما داره رخ میده. باید باور کنیم که این اتفاق از نظر علمی. توجه بشم چی به من گفتی؟ مگه خودت نگفتی شما خانوما میتونید سه تا کارو همزمان انجام بدین؟ سعید، سلام فرزانه خانوم. خانوم خانوم ها، فرزانه جان. سلام. سلام. چطوری؟ خسته نباشی؟ دم در یکی کارت داره.
کیه؟ کسی نیست که واکن بابا کسی یک کار داره چادر نمیخواد همونجوری برو آشناست کسی نیست که شما واقعا فکر کردی من با یه سبدکا شما رو میبخشم؟ نمیبخشین؟ نه خیر حتی اگه همراه سبد گل یه تک شاخه گلم باشه؟ حتی خب نمیبخشم الان چی باشه شما میبخشین؟ یه چیز بگو بشه ها؟ مثلا بادکنک؟ فرزانه یه الان بادکنک اینجا بود تو میبخشیدی؟ بادکنک اینجا بود میبخشیدی؟ خب میبخشیدم دیگه خودت گفتی ها دره ددن و این هم بادکنک الوعد وفا یعنی من الان اگه چیز دیگه هم میخواستم بودش؟ نه نبود چون من فقط اینو حدس میزدم حالا اینو ببین ای بابا سعید کار دیگه قدیمی شده یه کار جدید بکنم باید صدا تو نازو کنی بگی دکتر سعید کاظمی همیشه برای شما شگفتانه ای دارد این جدیده صدا نازو نشو بیا امتحان کن در سلام چی شده؟ نه ترسین این درست میشه از شما درد خیلی خوش اومدی باعث زحمت شدیم ما ببخشید این حمید آقا بس که یاد حسین کرده بود هم گفت حسینم خیلی دلم برای سوخت بعد گفتم خب پاش بریم پیش سعید آقا اونو ببین گفت آره بریم هم چاییمونو هم شاممونو پیش سعید بخوریم خیلی خوش اومدید خیلی خوش اومدید دلم اینجوری دیگه خونه خودتون اصلا واقعا خوب کار کردین زنده باشید خونه دایی میرم که دوست نکن خود تو حالا حمید آقا این چه کاریه هم گفتی بریم پیش سعید حالا اینجوری باش رفتار میکنی خدا شاهده وقتی سعید رو میبینم یاد حسینم میفتم یاد داشکبر خدا بیامرزم میفتم یاد مادرش خواهرم خب دست خودم نیستی که دلم اینقدر دیگه دایی جون بیایی ماشه سعید یه همون برو خدا شده اسراف نمیشه من امروز آزمایشگاه بودم این بوی مواد تازه هم رسیدم عوض نکرد اصلا برم عوض کنم حالا من خودم برو عوض کنم زشته حمید آقا این بچه اینقدر بود با حسین میوردمش همون عمومی حسین تفلک رو چنون با این کیسه و سفیداب میمالیدم دو لایه انگار پولیش میشد پوش میداد اینو دلم نمیومد که یه لیف و صابون مرگدون گربه شروعش میکردم بفرستانش بیرون کوچیک بودن دیگه واسه همینی که به نظافت اهمیت نمیده مال اونه نه دایی جان چیز اینجوری هم نیست اتفاقا خیلی هم رعایت میکنن فقط اینکه خب همین الان سر کار اومدن خیلی کارشون طول کشیده بوده امروز حالا عروس اینا رو ولش کن امروز مسجد بودم بین دو نماز حاج آقا میگفت مثل که میخوان کلاس انگلیسی بذارن به بچه ها یاد بدن میگفت شما هم باید مدرسش بشی آره؟ بله من با سعید صحبت کردم گفتم که مسجد بره بگه که اگه خواستن من میتونم یه کلاس تقویتی زبان برای دخترها برگزار کنم البته اگه دلشون خواست عالی واقعا فرین باری کلده واقعا عالیه اینم از این بسته کلاس زبان هم از بله حالا فرزانه میگه که من وقتی درس میدم انگار این دانسته هام یه جوری دستبندی میشه آره یه چند وقتی دیدم دارم درجا میزنم گفتم یکم تدریسم رو زیاد بکنم با آدم های دیگه روبرو بشم شاید اینجوری ذهنم شخ مخوره آفرین باریکلا واقعا من به تو افتخار میکنم تو الگوی منی من؟
ای وای دارم خجالت میکشه اینجور نگیم دیگه. اینو نگاه کنین، عجب آدم با مزیه نموشنگ. تا توی گروه فامیلی گذاشتم میخوای کلاس زبان بذاری، یکسی شیرین یه زبان گذاشته. دایی برای چی گذاشتی تو گروه فامیلی آخه؟ چیه؟ خیرش به بقیه برسه، به بچه فامیلی نرسه خوبه؟ یا اینکه به بچه فامیلی درس میدی ذهنت شخم نمیخوره؟ دایی جان، دایی جان چیه؟ اگه با فامیلای ما مشکل داری بگو. مثلا چه مشکلی داری؟ درس میده به بچه های فامیل هم درس داری؟ یه جوری میگه انگار مثلا نه میخواستیم شلوغ نشه. یه بزه کپیشه مثلا نه ببین کاملشه. آره و کدوم احمق اسم فیلمش میذاره آره آخه تشدید درستی احمق تویی، احمق منم که به تو فیلم معرفی میکنم. آره چیه سامان؟ آره اسم فیلمه، یکی از ترسناک ترین فیلم های تاریخ سینماست. میگم حالا این 5 تا رو ببین، بعد اگه خواستی باز وسط میارم. میگم آرش من چرا باید این همه فیلم ترسناک ببینم؟ با سامان خودت گفتی فیلم ترسناک به معرفی کن، دارم روی ترس تحقیق میکنم، میخوای نبین؟ عجب غلطی کردم به زنه گفتم شوهرت با منو. با من تو دانشگاه هم هر درسی که به ترس ربط داشت همه رو افتادم. ای بخون کپی شد. تقصیر خودته، وقتی جوگیر میشی باید هم بلا سرت بیاد. آقا خب صافکاری ماشین تو قبول کردی، گفتم در کنار تو من سری کارا رو انجام بدم که سامان جان بعدی جان ببند. بچه من دارم میرم، میای من رو تا یه جایی میبری؟ آره بچه نبرم بریم دیگه. دکتر جان پاشو من میمونم امشب. بله؟ با کی همان کردی میمونی؟ مدیریت مجموعه. برای چی میمونی؟ دلایل شخصی. بابا من زنم ویار داره، منو که میبینه بالا حالش بد میشه. نخندین دیگه، خدافظ. تلخی از بس بس بمونه دیگه بابا. از سر روان پریش برو بیرون بیرون برو بیرون. خداحافظ، شبت بخیر. شب بخیر. خداحافظ. خداحافظ. خوب بخوابی. در من آرش. ناچی اینجا نیست، این همون دفتره، فقط روز نیست شبه، پس با آرامش میخوابیم. شب شد لالا کن. خب سامان تو توی مرکز شهر هستی و توی دفتره دست چیزی هم نمید بترسی. دیوانه آدم از در ساده میترسه آخه. سامان این زشته، هر چیزی نمیترسه سامان. با پهلو راست میخوام اینجا چه کاریه؟ داره داره درست داره سامان. Thank you.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جان که هسته خب سش میکنیم که عوارض روحی پدر شدن شما اونتر نمیدید از بزنه در سامان؟ ای بسر تو مد گوندی چه میترسی؟ دیگه شد راحت دخواب سامان تو برو بالا من بگیرم بیام رسا اینجا چی کار میکنم؟ کجایی یا ساده؟ تو که داری زحمت میکشی تافتون بگی حداقل دیگه سامان خوابی کجایی تو آسانسور با این شلوار آبروی کمپانی چی؟ رضا دیشب شب خیلی سختی بود رضا خیلی سخت بود اصلا یه صدای غریبی بعد نماز صبح بهم گفت برو خبر گذاری رسا تو هم صدا رو شنیدی؟ صدای چی سامان؟ یه شیره نگم سامان اینم نون تازه و خوشخوشی بیاته که چای تازه دم سرده که بذار ها قاشق بیارین هم بزنیم آوردم سلام بچه ها چطوری؟ سلام چطوری؟ سلامتون بخیر تو بخواهی بخواهی آی دکتر دیشب خوب خوابیدی؟ دوست داشتی؟ بذار میخواستم صبحمو مثل تو با انرژی شروع کنم دیگه خوب خوابیدی؟ من وقتی بشه بچم نیستم خوابم نیبره دقیقا مثل من وقتی بشه بچه هم اصلا خوابم نیبره تو به خاطر اینکه امنیت جانی نداری خوابت نمیبره بعدی تو ترسیدی یا؟ من؟ آره تو ترسیدی نه رضا اینو برده ببر خونتون این امشب اینجا بمونه واسهش خطرناکه ها چی؟ امشب؟ میگه شباب ها؟ آره دیگه ویاره دیگه ممکنه یه ما طول بکشه خبر نمیکنه میگم که چیزه نظرتون چیه؟ بیاد ایام مجردی دور هم جمع شیم تا صبح پیش هم باشیم و بگیم بخندیم شما هم با من باش به شرطی که شما قبول کنه که ترسیدی من نترسیدم من فقط چندشم میشه مگه سوسکه ولی رو من حساب نکنید من چون امشب خانومم تنهاست نمیتونم تنهاش بذارم آقا اونو بسپر به من دیگه نمیشه رضا دیگه میگم من هماهنگ میکنم دیگه خانوما اصلا همه با هم باشن آقای نمی طرف مجردی دور هم باشن ایول همینه ولی شما ترسیدی قبول کن آقا شما هم جای من اینجا بخوابی یکی در اتاق شما رو باز کنه یه سایه رد بشه بعد صدای کلید بیاد اینجوری بیاد تو نمی ترسی؟ که؟ دیشب دیشب که من بودم دیدم خوابیدی آروم اومدم کلیدم برایشم رفتم دیگه توهم زدی؟ واقعا؟ آره دیگه خب اون هیچی صدا گریه رو چی میگی تا صبح میومد؟ گریه؟ بله گریه و جیغ و داد فرزان جون سر راتون نمکتون هم بذار چشم حتما بچه یه لحظه سر کنی ماشالله ماشالله خب زود باش ببخشیدا من اونجا شما اینجا شرمنده مرسی خب فرزاد جون یه دو دقیقه اون لپتاپو بذار کنار بیا با ما معاشرت کن شرمنده خواهش از دست دایی
توی گروه پیام گذاشتن هر کی مشکل زبان داره بیاد از من بپرسه. الانم 3 تا از بچه‌ها زدم و فردا امتحان داریم. خب میگفتی نمیتونم مهمون دارم. یعنی 3 تا بچه‌ها هر 3 تا با هم امتحان دارن؟ بله. نوه های سقلوی خاله مهیده. نه حتما باشون کار کن، اگه یه وقت نمراشون بد بشه هیچی دیگه. کی میتونه جواب دایی و مهینو بده؟ ببخشید دیگه، خودتون پذیرایی کنید. ببخشید بس دیگه، خود یه لحظه بایستا دیگه. بچه ها یکم آرومتر. بچه ها درسته، گوش کنید یه لحظه. من میدونم، میدونم که شما امتحانتون کتبیه. نه خوب، ولی باید تلفظم کار کنید دیگه. چی؟ یومبرلا؟ یومبرلا چیه؟ منم میگفتم یومبرلا. آمبرلا چتر. بچه آمبرلا یعنی چتر. آمبرلا بله. بنش کن الان میمازم. ای بابا مختن بله، منم میدونم که اولش با یو شروع میشه ولی آخونده میشه. برای اینکه بله متوجه شدم، برای اینکه بخواید دیکتشو درست بنویسین. شما اینجوری اصلا زبان یاد نمیگیرید، فقط تو امتحانتون قبول میشین. بله متوجه شدم، به خاطر دیکتش دارین اینجوری میگین. نه میلاد مایده یکم آرومتر دیگه خاله، یکم آرومتر بازی کنی. بچه ها ببینین، اگه شیطنت کنین یه های یه سر و دو گوش میاد سراغ تو میخورد تو. مامان گفته اول من بابات کن نیم سر من نیم سر تو چه نیم سر تو بود. ما از یه سر و دو گوش میترسیدیم. اونا انقدر کارتون های ترسناک و روبات میبینن که خودشون الان یه سر و دو گوش هم برای میخندن. بچه آروم تر. ای بابا بچه ها یکم آروم تر بازی کنید دیگه خاله جون. حاجه بازی نمی کنیم، ما داریم دعوا می کنیم. چیزی نیست که اصلا بازی کنیم. چیزی نیست که بازی کنیم. وایس من الان برات ببرم اینو بگیرم. من الان بچه ها یه دقیقه وایسی نگاه کنید ببینید براتون چی دارم. باد کنک. آره خیلی خب من اینو براتون میام باد میکنم بزرگ میشه. بچه ها بیا نگاه کنی. بیا ما میخواییم با اینا بازی کنیم. اینا را کجا آوردی خاله؟ کریم باقری؟ سلام بارسلونا. کریم باقری همه جا بازی میکنه. سه، یک، دو، سه. من از نردبون رفتم بالا. وسط نردبون بودی؟ شد اما اول بلند بلند من میدونم از یه دکم دیگه. ای بابا سه نیش خود من پایین تکرد نداره دیگه بازی همینه دیگه. خدا بگم چی کارتون کنه امشب منو زابرا کرد. زابرا چی دایی دیگه؟ الان همه خانوم خونه سعیدینا جمع هم میخواستی خونه تنها باشی که چی بشه؟ برو خونه بگیرم یه ماشین بگیرم. زن داییت نذاشت حدیث آورد گفتم آدم خوب نی تنها بخواه بیام پیش شما. دیگه ما هم خوشحالیم الان کنار بایی چه خبر سنتون شیش یک دو سه چار پنج شیش دایی خب شما این همه سال تنها بودی ولی امشب هم تنها میمونی. البته خوب کاری کردی اومدی ها عزیزم. اینقدر بچه بودی میتسلی متکار رو برمیدی که میبودی پیش من میخوابیدی. اینا رو الان نمیدونه. بعد دو تا شیش آوردی داری تنهایی های منو میزنی. غرور غرور داری غرور چیز بعدی. من غلط کردم شوخی کردم. یک دو سه چهار پنج من میرم بالا. آقا اصلا کجا میگو بالا درده بود نداره بیا پایین بیا پایین. آقا قانون گذاشتن شیش اینجوریه یک اینجوریه. من قبول ندارم اصلا. یه قانون جدید میزنیم به میمنت ورود دادایتون. هر کی یک آورد شیش تا میره جلو، هر کی شیش آورد پیچه نمیره جلو. یه دونه ما باید دایی گفت. باشه شیش دون بره تا
تو این قانون از کجا آوردی یک بیاره شیش تا بره؟ شیش او دم مانو آقا خجالت بگیرین حداقل از سن تو خجالت بکشیم دایی خودت مسخره شده بودی کو این صدا که میگفتی میاد ها؟ دایی جان باید ساعت 12 دیگه چند دقیقه مونده خب چند ساعت الان؟ نزدیک 12 هست یا برفست سامان تو که گفتی ساعت 12 بابا من چه میدونم شاید 12 اینا ذره جلوی خوب صدای گریه هستا یکی بره الان موقع این حرف هاست بفهم چه موقعی داری کار میکنم دایی بردش کنم از این از همه میترسدم دیگه بابا همه با همیم از چی میترسیم از این بره از این بره هی بچه ها من الان اومدم خب میخوام براتون یه آزمایش هیجان انگیز انجام بدم اینجا رو نگاه کنید یه آزمایش جذاب داریم الان میخوام براتون دوتا ماهی بکشم که دارن شنا میکنن این ماهی آبیه برای آقا میلاد اینم برای مائده خانوم خب حالا اینا میخوان توی آب شنا کنن چه جوری خاله؟ چطوری؟ نگاه کنی میلاد داره حرکت میکنه چه جوری؟ نگاه کنی داشتین؟ آره آره خیلی بریم به مامان بگیم آره بگیم مامان خدا خیرت بده سعید بالاخره آزمایشات به یه دردی خورد بیا یه سر آمان بیا آمان بیا ترش در نمیم چیه بیا بیا اون گنده رو بیا حرف نزن بله بله با درد بیا تو میگم مرد هم باته بای سوم جان الان کدوم طبقه رو بزنی؟ صدا از بالا میومد نه دیگه معمولا صدا پایین میاد باید باید علمی فرقی نمی کنم آقایون من اولین بار گفتم صدای گریه میاد الان من میگم کلا بی خیال شی الان تو هیچی نگو آقا از پنج بزن میشوریم میایم پایین تو رو طبق بزن بزن اون پنجو بزن آره هم میگه صدا هم میگه نزدیم از طبقه میگه از بارو میگه تو بیا جوری بچه شما جوری بود نه از من هستم بیا دیگه دیگه رزا من بیا ساس بمونم من بیا تو بیا تو چهار دارم رزا سفر کن دیگه امروز پدرت مرده ای امه بیشون بیشم امه بوده الان باباته ای بابا هر شب یکیشو میمیره؟ آرش جنازه است داری دلوپی میخوری راست میگه دیگه چی دا کنم من نخورم جنازه پا میشه؟ امری داشتیم؟ ما امر داریم یا شما که نصف شبی بالا سر جنازه وایسادید بلند گریه میکنید نمیذارید مردم بخوابن؟ شما مالی ساختمونی؟ نشناختمتون اجازه بدید بنده رضا فروزان هستم رئیس یک مجموعه با کلی زیر مجموعه ساکن در همین ساختمون دیدیم که صدای شیون و ناله و زاری میاد دایی جان بر حسب وظیفه به عنوان بزرگتر جلو راه افتاد ما پشت سرش گفتیم ببینیم خدا نکرده بلای سر کسی نیامد باشه خوب گفتم میگم این بنده خدا کیه اونجا مرده نکنه کشتینش اونو میگی منصوره منصور پاشو جون آقا گم کردی خودتو پیدا کن راتون چه وضعشه منصور که ترس نداره دیگه ببین آقا ما یه مؤسسه پاک مردم نهادیم برای شادی روی مرحومی گریه کن میبریم سر قبرشون بدرقه شون بکنیم تا خونه ابدی
شبا هم از نیروهای جدیدمون استفاده میکنیم برای تمرین، ولی خب نمیدونستیم شب تو این ساختمون کسی باشه. اگه ناراحت شدی تو رو خدا ببخشید. خدا شفاتون. یعنی شما به یه سری پول میدین که بیان اینجا گریه کنن برن سر خاک و یا؟ بله، این برای شادی روح اون مرحوم و حفظ آبروش. تازه یه گوشه از کارهای ماست، ما خدمات بسیاری داریم. تشریف بیارین داخل، من توضیح میدم. بفرمایید. بارک‌الله، خدا بهتون عقل بده. من میرم پایین میخوابم، میخوان گریه کنین آروم‌تر. بفرمایید. بفرمایید. خیلی جالبه، شما هم تولد میگیرید، هم در واقع مراسم علمی برگزار میکنید، هم خط. اصلا بیر در واقع چیز جالبی ها. فقط من یک سوالی ذهنم رو درگیر کرده، شما تعریفاتون به چه صورته؟ برای چه کاری؟ کلن دیگه ببین، فضای کاری شما به فضای کاری و ذهنی من نزدیکه. حقیقتا منم تو همین فضا کار میکنم. یک سری پتانسیل ها و استعدادهای من دارم، یک سری پتانسیل ها و استعدادهای شما. بچه های ما و بچه های شما میتونه همکاری دوسویه و متقابلی داشته باشه. من فکر کنم اتفاقی خوبی خواهد افتاد. چه خوب، بفرمایید بشینید. من به نظرم الان دیر وقتم هست. نه ما دیگه همسایه هم شدیم دیگه، هم دیگه شناختیم. میت هم رو میز خوبیت نداره. ما رفع زحمت بکنیم، ان شاءالله سر فرصت خدمتتون برسیم. خواهش میکنم، شما تشریف ببرید. فردا یا خودم یا برادرم خدمتتون میرسیم. قدمتون رو چش. آرش جان، سامان جان، ان شاءالله تو شادیاتون جبران کنید. شبتون بخیر. خوش اومدید. با اجازه. خواهش میکنم. عاطفه خدا رحمتت کنه. هم خسرو عجب بازیگری به خدا بگی. تمرین خبیث. گریه هم خوب میشه اگه گریه آدم بتونه بکنه که. عالی. شما 20 خیلی بی نظیر بودی. ممنونم، به جا نیوردم. ببین من خیلی وقت تو این کارم، ولی در طول این چند سال شما اولین نفری هستی که میبینم اینقدر انرژی میذاری، اینقدر به کارت ارزش قائلی. من بازم نفهمیدم شما که. بله، تمرین ممارست پیگیری. آدم تمرین نکنه در جا میزنه، پیشرفتی حاصل نمیشه. آفرین. ببین این که داری تمرین میکنی، ممارست میکنی، از وقتت استفاده بست. میکنی خیلی خوبه. ولی شما اجازه هست من بشینم؟ بله خواهش میکنم، بفرمایی. خب فکر کنم با این تفاصیل دیگه نیازی به تست و اینا نباشه. بله البته، ولی به شما بهتر از من میدونید دیگه. اخلاق حرفه‌ای ایجاب میکنه که شما همون جوری که با همه رفتار میکنید با بنده هم رفتار کنید. درود بر شرفت. درود بر خودت شرفت. تواضع یکی از اصول هنره، منتها به خاطر اینکه حفظ ظاهر بشه، حرف و حدیثی توش نباشه. شما اگه محبت کنی اینقدر دیگه برای ما گریه کنی ممنون میشم. حالا شما خودتون بهتر از من میدونید دیگه، استاد فن هستید. گریه انواع اقسام مختلف داره. یعنی گریه میتونه به خاطر این باشه که شما خواهرتون رو دارن به زور شوهر میدن، میخواید بهش بگید نرو سمعه. آفره. حالا اون یه بحثیه، میتونه به خاطر این باشه که شما پدرتون فوت شده، سر خاکی، چلومشه، این همه با هم دیگه متفاوت. درود بر شما. ببین همین جزئیات تو کار خودشون نشون میده. آفرین. خیلی مهمه. بله بله کاملا درست جزئی. حالا شما کدومش رو مد نظر داری؟ اگه اولیو بخواید فقط یه زیر پیرنی عرقگیر پتو پاره هم باید باشه، چون فقط با اونه که حسش در میاد. نه اولی تو کار مانی. نه همین دومی. شما فرض کنید باباتون مرده. پدر مرده، درست ژانر فلاکت پس کار نمیکنید. خب پس من یه بغض خسته مجلسی ریز براتون میرم. چقدر رمانتی. من هنوز نرفتم آقا. بی نظیر. اصلا همین بود. باور بفرمایید. آقا شما میگی فهمم من میرم فرهزاد و برمیگردم. همینه. باریکلا به شما. باریکلا به من. بله باریکلا به شما. باریکلا به شما. نه به شما. به ما. بفرمایید.
شما فردا میتونی تشریف بیاری. همین فردا؟ چرا که نه؟ ماشین میاد دنبالم؟ نه دیگه ماشین میخواد چکار کنی؟ با مترو بیا. از ایستگاه مترو تا قطعات جدید همش دو قدم راهه. با مترو قطعات جدید؟ بهش زهرا دیگه. آها فردا فیلم برداریتون بهش زهراست؟ نه نه ما کلن بهش زهراییم. کلن اونجا. منتها این بازی زیر پوستی و بوزا اینا اونجا جواب نمیده. درسته. من میذارمت پسر مرحوم. پسر الدنگش خارجه. نکرد بلند شه بیاد برای باباش دو قطره اشک بریزه این بچه. اونجا با زار بزنه یا؟ نه نه من زار میزنم. اصلا شما الان اینو ببین. چی شو؟ اومدم سر قبل. بابا بابا بیا کجا رفتی بابا؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ پدر پدر نباید میرفتی بابا. خوبی؟ برام تست بازیگری میدم. من رسیدم دیدم داری داد میزنید. شما باید آقای فروزان باشید اگه اشتباه نکنم. سلام. بله رضا فروزان هستم. تشریف آورده بودید دفتر آقای مرسولی. بنده معاون ایشون هستم. ایشون به من پیام دادن ظاهرا شما پیشنهاد کار داده بودید. من برای همین خدمت شما رسیدم. آقا من به شما تبریک عرض میکنم. ما باور بفرمایید اصلا فکر نمیکردیم شما یه همچین نیروی داشته باشید به ما معرفی کنید. نیرو؟ آرش خیاط اشتباه داریم در رفتی سی پیش.